ما همیشه میگم که ما برازی نمی جنگم که دین از خود و از مردم بگیرم. برازی می جنگم که دین ما را از این سیاچای که انداختیم بیرون بکشیم. ما همیشه فکر میکنم که داشتن دین بسیار زیباست. حتی بارها گفتیم که یک آدمی که دین داره ترجیح میتم به یک آدمی که دین نداره. مگر کدام دین؟ دین مزایای در جامعه داره که با ای چیز دیگه نمیتونی پر کنیش. به طور مثال یک آدم برش دکتر گفته که سرطان داری، 3 ماه دیگه زنده هستی. این مثل عزیز که یک آدم در میعوانگ پرتی و همتا بکو بانیشه. دیت سنتنس. اینال اینی آدم اگر باور داشته باشه که من نمیمیرم، ما پیش خداوند میرم و ما در زیر خاک نمیمانم. ما با روح اصلی خود که خداوند ماست میپیوندم، بر ازی آرامش میته. مرگ در واقع یکی از دلایل است که ما دین داریم. همین دین با می به وجود آمده. اگر مرگ نمی بود، انسان ها به احتمال اغلب که دین نمی داشتن. همین سوال که چرا ما می مریم و کجا میریم، ذهن انسان بر همیشه تسخیر میکنه. فکر کنین که یک آدمی که برش گفته شده که 3 ماه دیگه وقت داری، ای چی رقم فکر میکنه؟ امو لحظه که تو را میارن در خاک میگذارن، سرت خاک مندازن و کلگی پس میره. خانه، مولادا، فامیل، کلگی تو میمانی در یک خاک سر، در یک شب تاریک. و دیگه شب اصلا مهم نیست، روز و شب دیگه نداره. این حال اینمی فکر تا مردن، تا وقتی که میموری تو را خورد میکنه. در واقع مردن آسانترین چیزه، فکر مردن سختترین چیزه. باز تو که میموری خلاص میشی، اما اولادت، فامیلت، دوستایت با وجوده که دو قبر ایلایت کردن خرد و خمیر میشن، چی از نقطه نظر اقتصادی، چی از نقطه نظر روانی، از هر چیزی که هست. بنان ما در طول میلیون ها سال، شاید اگر میلیون ها نه ده ها هزار سال، انسان ها به یک طریق میخواستن خود آرامش ببخشن که وقتی که من میمیرم، ما یک جای دیگه میرم و آرام میباشم. بودایی به یک طریق تو را در یک جای بالا میبره و آرامش میبخشید. هندوها به یک طریق دیگه، مسلمان به یک طریق دیگه، تمام ادیان یک بخش عمدهش همی است. یعنی زیبایی دین دمی است که تو را تسکین میده، آرامش میبخشه، آماده میسازید برای رفتن از این دنیا و برای فامیلت یک آرامش میده. یعنی یکی از زیبایی های دین است. چرا که انسان هایی که دین ندارن یک تعداد است که اوقدر با چی میباشه، با عقیده میباشه، با مو طبیعت و زندگی و نشرالتی، که بر از اون مردن عادی است، بر باقی دیگر ها عادی نیست. دیگر انسان ها در این مسیر خرد میشن. بناهن دین است که دستت میگیره، ایمان است به خداوند، توکل است به خداوند. در این صورت مردن جزو یک سفر میشه برد. و اما تو که داروسی آیسته برو کده میرفتی، اگر باور داشته باشی، اما تو آیسته برو کده میتونی که این سفر شروع کنی و تا اولادت و فامیلت هم امور باور کنن که تو رفتی در یک آرسی. ای بسیار زیباست، انسان روانن بسیار کمک میکنه. بدیده چیز بدیده ایست که اکتیاد آدم ها که دامی کار تخصص پیدا کردن، یا فکر کردن که اوهو ولا بیا که از این پیسه بچینیم، یا مثل که از گو میدوشیم شیر، پیسه میدوشیم از این فامیل. صاحب اینجا انکر است، صاحب اینجا منکر است، صاحب در قبر این دیوالای قبر فشار میده، شهیرت زجر میده، چی کنیم صاحب؟ خیلی ختم قرآن کنین، خیلی ازی کنین، ازی کنین.
او فامیل چور مندازن، صاحب میمان ها می صاحب کبابا کنین، صاحب ازی کنین، این فامیل از هزار فامیل شاید یک فامیلی را بتانه، دیگرام مجبور سن تقلید کنن او فامیل دیگره، ولا ولسمه ولا خشامه ولا بدسته. چی میشه؟ یک چیز خوب تبدیل میشه به یک چیز خراب. این فامیل بیچاره اما یک درپی که داره بعد از مرگ پدرشان او را کلش مصرف میکنن، بعد از او با گداییگر یا قرضار قرضار میباشن تا آخر زندگی خود از قرض نجات دادن نمیتونن. بنابراین اگر ما دین به یک طریق خوب استفاده کنیم، دین بسیار برای ما تریاک ذهن ما است، ما را یک آرامش میبخشد در یک زمانی که هیچ چیز دیگه نمیتونه آرامش ببخشه. توکل با خدا. ای که توکل با خدا، اینی کتاب راست است یا این کتاب دروغ است یا این مهم نیست، اگر امی توکل با خدا را بکنیم و قبول کنیم که این می نفر جنتی است، این بسیار خوبه. و اگر اجازه نتیم که مردم ما را چور پرتند در روزی که یک نفر ما فوت شده، بنابراین اگر ما یک تعادل در زندگی خود بیاریم، این یکی از مزایای دین است که ما میتونیم ازش آرامش بگیریم. ای تنها در دین اسلام نیست، در تمام ادیان که از چرا مرگ ترسناکترین چیز است، جدایی با مرگ خطر دیگه است، یعنی یک ترس دیگه، یک واهمه دیگه، یک دلهوره دیگه است. بنان دین باید در خود داشته باشیم با زیباییش، با اونو دستایی که سیاه هستن و دین برای دوشیدن گوه مردم استفاده میکنن، اون اونا را باید قطع بکنیم. قربانزاده دوست عزیز ما تقریبا 4-5 روز پیش در مسکو فوت شدن. قربانزاده یک آدم بسیار خوب بود، یک تجار موفق بود در مسکو، در کار ساختمان بود. همامو آفیس که میگه نصیحت کنمت، ای جان من گوش کن، ایره ما با کلمات که حافظ گفته نخوندم، نصیحت کنمت ای جان من گوش کن، احتمال داره کلمات پس پیش گفته باشم، نصیحت کنمت ای جان من گوش کن، تا ساغرت پر است بنوشان و نوش کن، تا ساغرت پر است، تا که داری ام خودت بخو ام به مردم بته، تا که جیبت پر است دستت ما کم نگی، ام بر خود مصرف کو ام بر دگرا. مانای زندگی امی است که بر خود زندگی کو، بر دگرا زندگی کو، بر خود زندگی کو، با دگرا زندگی کو. دلیلی که ما امروز آمدم از قربانزاده یاد میکنم که ما قربانزاده را متر یک آدم یافتم. در دو سه کنفرانس ما قربانزاده از مسکو تشریف آورد اروپا و با ما بود، از جمله اینی عکسشان که فکر میکنم یاد در سویدن بود یاد ناروی، اینی با عینک است قربانزاده هستن، اونو دیگهش هست ما هستم. قربانزاده یک آدم ملی بود، تلاش میکرد برای ایجاد یک عدالت اجتماعی در افغانستان و رنج می برد از اینکه یک اتحاد با بلند کشیدن مسئله قوم و لسان و نژاد دیگرها را می خواهد که اذیت کنه و عقشان پامال کنه. قربانزاده سخاوتمند بود، با دوستای خود در خود روسیه و برای اتحاد از افغانای ما یک پشتوانه کاری بود و برای خودم یک مفکوره موفق تجارتی بود. یعنی جناب قربانزاده یکی از همون نفرهایی بود که تا ساغرت پر است بنوشان و نوش کن. سفر شما به بهشت باشه دوست عزیزم، اینا احتمالا به خاطر مرض کرونا یا به خاطر مصاب شدن به مرض کرونا فوت شدن. تسلیت عرض میکنم با دوستا و عزیزای ما که قربانزاده را با خود داشتیم و با فامیل عزیز و دوستای آقای قربانزاده،
سفر شما یک سفر به بهشت باشد. یک رپ افغانی میمانم در اینجا، البته به مناسبت از این است. دیدم که دو سه جوان ما که رپ خواندن که یکمک لهجهشان تاجیکستانی ها ما را بوده، من نمیفهم که افغان بودن یا تاجیکستانی، چون ما در تاجیکستان هم بسیار دیدم ایشان. سو امی رپ برای شما میمانم. ننگدم با شما هم قدی تو ما یک و هشتاد و شش هم قد رونالدو. سوال کو سوالات تا تیار کو، تیاری جواب آید پیش شفی عیار. سوالات تا تیار کو، پرسشش از شفی عیار کو. نگفتن امانه که برنامه های مره شما در برنامه های زنده میتانین اشتراک کنین. ما یقین دارم که اینا برنامه های زنده مره دیدن که مردم میاین و سوال های مختلف میکنن و جواب های قناعت بخش می گیرن. ما خوشحال هستم که هموطنهای جوان متوجه شدن و ای را در رپ زیبایشان خواستن نمایش بتن. امیدوار هستم که خواندن کپی رایت نداشته باشه و بیاد داشته باشین که ما که آهنگای شما را می مانم، بر از این نیست که بیننده ایم زیاد شد، بر از این نیست که ما از این را پیسه پیدا کنم. ما از یوتیوب اصلا نه پیسه پیدا می کنم نه در فکرش هستم و اینا را که میمانم به خاطر که هموطنای خود سپاس بکنم. تا برنامه آینده. سوالات تا تیار کو، تیاری جواب آید پیش شفی عیار. میکنم فورم عدد طول و تاری شب بیرون از خاک، خورشید حیات میکنه کروب در زیر زمین دور از کاخ. گور از میدان میگیره چاپ انداز، خودک رو برانداز بد برانداز. مرا افتخار دست بنگ مندان امزاروی کنی چاپ انداخ. موزیک های بیت های در ست دوره بیزان، بیتابی نکو نداری گل لگی جم لگی بیلون. سی رکی رپی بسازین در حد دوره ریگان، نی در جنگل رپ دری شیر شان از ایران. ایخوان تور سیستم از سایران ایپا بی پوش شد، ایپا بری آرزوهای فردی ابزار پیش فرد. ایبری تو خوب و بول نتا میدانی برای دیپ نیک گوش کن، دیست کدام تو را نفهمیدی کجا برو خودت خوش کن. درک هایت مثل نفقه زدی در گروره ایپا بلد، من بدفلی ندیدم از دل شما فقط میگی شاخین بی وقفه. روی قلب تو غیص الفت از 96 استراج زخمه استوری با نزایا نکو بیت دانلود کنی بی زخمه. میدان جنگ با دختر مکتبی مثل بازیستم، میدان پینگ بار خاک ننگی از پشت شیشه. نبه دایستی هم روز باره در این با تبلیغ کرده دکیز با ترویج شیشه. نامیم در استوری در خیصول آخه چند میشه. تو سر دنیا ششتی شکم چر دور از جنگ، فرقی نمی کنن نبوده بقبری نسل یک و دو کدن. مقلد رپ فارس پنجری هم دیوالای بری خریم. یگون پیش خارجی ها باز کردی کمر بند، آلی از خارجا میزنی دم از شل بند. شدی گز بند جای ده طول بکس کفن بخر، بری تو تلک و گرکن. از این حیات بهتر از برید مردن. باورایشان مرده، نصیحتایشان حکیمانه. فیلسوفای افسرده همسالشان فریمانه. کفدارای اسود گپایشان عوام فریبانه. یه هم دیسبک جایران نیست، دیس یک جیریانه.